سلام تماشاگرانی عزیز، برنامه نوبتی پیغام است از تلویزیون سیما منظور شما. در شهر پنجکنت مجلس فعالان اوید با جنبست نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر در 9 ماه سال 2023 و وظیفه گذاری ها برای ماه های منبعده با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخ برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در مقامات اجرای محلی حکومت دولتی شهر، مجلس فعالان شهر پنجکنت اوید به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر در 9 ماه سال روان برگزار کردید که در آن نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم های جمهوری عبدالستار سعیدوف، نماینده مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت سوخت، سردار ریاست سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی ولایت شریف جان احمدوف و رئیس شهر پنجکنت خلق‌زاده عبدالخالق اشتراک نمودند. درباره جنبست نتیجه های رشد اقتصادی اجتماعی شهر در 9 ماه سال روان، معاون یکم رئیس شهر پنجکنت معروضه نمود. قید کردید که نقشه قسم درآمدی بودجه در مجموع و بودجه محلی بر زیاد به اجرا رسیده، معاش کارمندان تشکیلات و مؤسسه های بودجوی، نفقه و کمک پولی ها در مهلت مقرر شده پرداخت شدند. مقامات اجرای محلی حکومت دولتی شهر بر رشد ساحه صنعت، کشاورزی و در دایره نقشه آمادگی ها به 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با کارهای بنیادکاری و سازند توجه خاصه ظاهر نمود. این امکان فراهم آورد که نقشه های پیشبینی شده در این بخش ها به اجرا رسیده، از جمله کلانترین کارگاه کارکرد و استحصال مس در مملکت در نزد کارخانه مشترک زرافشان با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفته. همچنین 14 کارخانه خرد صنعتی با 254 جای های نوی کاری تاسیس داده شدند. در این دوره حجم عمومی مجموع محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگی‌داری بیش از 1.2 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. در ساحه‌های خدمت‌رسانی و اجتماعی از جمله معارف و تندرستی کارها با نظام ادامه یافته. برای آمادگی به فصل زمستان نیز تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شود. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجکنت از معاونان رئیس شهر، رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، مؤسسه‌ها اوید به وضع کارها پرسیش به عمل آورده، وظیفه های نهادهای مقامات اجرای محلی حکومت دولتی شهر، رهبران تشکیلات و مؤسسه ها، جماعت های دهات را در 3 ماه چهارم مشخص بیان نمود. رئیس شهر پنجکنت همچنین فعالیت یک قطار کارخانه و تشکیلات ها از جمله اداره شبکه های برق، اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان، مؤسسه دولتی نگهداری راه ها، کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، کارخانه فرعی دولتی آب تامین کنی و کانالیزاسیا، آب دهات، جماعت های دهات، محله های شهر، بخش سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، بخش اقتصادیات، بخش سیاحی، نظارت انداز، ریاست مالیه، ساختمان، بخش معماری و شهرسازی، ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی، سغورته اجتماعی و نفقه، خدمات مهاجرت، جمعیت مطلوبات شهر، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی، ریاست کشاورزی، اداره خواجگی جنگل، شعبه معارف، بخش دین تنظیم انانه و جشن و مراسم، جمعیت دارای مسئولیتش محدود صدا و سیما و دیگر شعبه و بخش های مقامات اجرای حکومت دولتی، دیگر مؤسسه ها رو پرسان شده. بهره اجرای کمبودی ها و در مهلت معین شده اجرا نمودن سپارش ها دستور داده شد. همچنین در ادامه جلسه، رهبران مقامات حفظ حقوق برآمد نموده، وضع اجرای نقشه دعوت تیرماهی جوانان برای خدمت در صف قوه های مسلح را در شهر پنجکنت و فعالیت جماعت های دهات و محله های شهر بررسی نمودند.
در جلسه نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم های مملکت و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد اید به نتیجه های جنبست رشد اقتصادی و اجتماعی شهر فکر و ملاحظه هایشان را بیان نمودند. در جنبست مجلس فعالان رئیس شهر پنجکن خلقزاده عبدالخالق برآمد نموده ابراز داشت که مردم سربلند پنجکن باستانی همواره تلاش می نمایند تا در آباد و زیبا نمودن و سهم گذاشتن در رشد صناعت سازوار استقبال گرفتن 35 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان سهمشان را گذارند. در کاخ فرهنگی شهر پنجکن مراسم قدرشناسی غالبان دور شهری آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و علم فروغ معرفت برگزار شد. گزارش نوبتی در این خصوص. در کاخ فرهنگ شهر پنجکند جمع آمد تنتنوی و مراسم قدرشناسی غالبان دور شهری آزمون های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت با اشتراک رئیس شهر پنجکند خالق‌زاده عبدالخالق برگزار گردید. جمع آمد تنتنوی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز شد. رئیس شهر پنجکند کل استادان و آموزگاران را به جشن آموزگار تبریک نموده ابراز داشت که با پیشنهاد و سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بهره بلند برداشتن ذوق کتابخوانی تقویت نیروی ذهنی دریافت چهره های نوی سخنور و سخندان ارج گذاشتن به ارزش های ملی و فرهنگی انکشاف قابلیت ایجادی تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و تقویت جهان معنوی سال پنجم است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و سال سیوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار می گردد. محض با تلاش های کارمندان شعبه معارف، سروران مؤسسه های تعلیمی، آموزگاران و والدان راهنمایی و دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند، خوانندگان مؤسسه های تعلیمی سال تحصیل گذشته به یک قطار کامیابی ها نائل گشتند. محض با دستگیری و پشتیبانی پیشوای معظم ملت در دوران استقلال ما امکان پیدا نمودیم که با تاریخ و فرهنگ عالم شمول خود کار و پیکار ابرمردان علم و ادبمان شایسته ارج گذاری نماییم. با مطالعه کتاب که محور دانش اندوزی است با برگزاری آزمون ها توجه نورسان و جوانان را جلب سازیم، استعدادهای نو را کشف نماییم. سیاست سازنده و معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورد که مشکلات ساحه مکتب و معارف زینه به زینه حل و فصل گردد. باعث خرسندی است که اقدام پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان با مکتب و معارف سال از سال بیشتر ثمره داده معاش آموزگاران نیز زیاد کرده می شود. اهل معارف همیشه در مد نظر دولت و حکومت جمهوری قرار دارند و زحمت و تلاش های آنها در جاده تعلیم و تربیه نسل نورس همیشه قدردانی می گردد. باعث افتخار است که آموزگار در هر وقت و زمان طبقه پیشقدم، آبرومند و گل سر سبدی جامعه می باشد. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند همیشه قدرشناسی و زحمت آموزگاران را در فعالیت خیش یکی از سمت‌های اساسی می داند و کوشش می نماییم که محنت آموزگاران سزاوار قدر کرده شود. در ادامه چاره‌بینی به غالبان دور شهری آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت و استادانشان دیپلم و سپاسنامه های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تقدیم گردید. بهر بالید خاطره حاضرین برنامه رنگین فرهنگی نمایش داده شد. گزارش صبرین اکرم و اسماعیل جان خالف و طلبشو تاشف. شهر باستانی پنجکن دارای موضع های تاریخی زیاد می باشد و با شاعران و نویسندگان نامدار مشهور گردیده است. ساکن شهر خوجند سابق استاد کلان دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان، شخصی که از اشعار استاد لایق شیرعلی شعر و غزل های زیادی را از خود کرده است، مظفر فیاضوف
تأثیرات خود را پس از تماشای خانه موزه استاد و مقبره خواجه محمد بشارا چنین بیان کرد. مقصدی سفر به شهر بستانی پنجکن این ارزوی دیرینی من بود. من در همین روزها ارزوی من جمعه عمل شد. من به شهر بستانی پنجکن آمدم با یکشم رستان خود و مقصدی ما از آن عبارت بود که پیش از همه زیارت خانه حضرت نائب بود. من با مقصدم نائب شدم و پیشواق مزار شریفی که در آنجا حضرت لایق تولد شدن با آنجا رفتیم و خانه ای که حضرت لایق در آنجا قلام شدن آن اتاقی که در آنجا اثرهای جاویدانه خودشان را نوشتن شناس کردیم. نهایت درجه تأثیرات خوب گرفتیم. گویا که ما حضرت لایق را زنده در آنجا دیدیم. برای عملی گشتنی آرزوی من دوستانم که ما همراه به اینجا آمدیم پیش از همه دوست ما از پنجکن آریل جان سبب شدن. بعد از این برادرانم کریم جان و حاجی نبی جان همراهی کردن در سفر. ما بسیار وقت خوش و خورسندانه گذرانده آثارخانه شهر پنجکن را دیده برآمدیم و آن هم به ما خیلی تأثیرات خوب بخشید. ما بسیارتر از تاریخ خلق تاجیک، از تاریخ خلق بستانی پنجکن از نزدیک شناخت شدیم و باوری دارم که این تأثیرات بر من سالهای دور و دراز باقی میماند و من به همه جوره هایم خیرس و تبارانم تأثیرات های خود را نقل کرده داده در آنها هم کاهش آمدن و شهر بستانی پنجکن ممکن پیدا شود. من با پسری حضرت لایق جمشید شیرعلی واخوردم و با آن کس صحبت کردیم. صحبت های ما خیلی خوب گذشت چون که با شخص اشتناف شدم که پدرش در تمام جهان مشهور است. گرچه من کوتاه دستم کوتاه ایمان نیستم، گرچه من کوتاه عمرم کوتاه ارمان نیستم. رد و جدی حابس ها از سینه من بگذرد، در لب دریای کوهی سنگ بی جان نیستم. هرچی از دست من آید ناتمامش بشمرم، تا ز خود ناراضی ام از خود پشیمان نیستم. پای من با سنگ کوب از خردی عادت کرده است، گر ز سنگی راه کردم از کوهستان نیستم. دولت من ریگ زرین زرافشان بس بود، ذره گر زر بگویم از زرافشان نیستم. گر ز شعر من نآید بوی مهر و اعتقاد، زاده دریا و کوه تاجیکستان نیستم. طول یک هفته بین دسته های فوتبال شهر پنجکن برای دریافت جام یک تاکسی مسابقه فوتبال گذرانده شد. از برگزاری دور نهایی مسابقه مذکور همکاران ما گزارش آماده نمودند. با اقدام شرکت یک تاکسی در شهر پنجکند طولی یک هفته بین دسته های فوتبال شهر پنجکند، کارخانه و تشکیلات ها، جماعت های دیهات، محله های شهر مسابقه فوتبال برای دریافت جام یک تاکسی گذرانده شد. در دور نهایی دسته فوتبال صفت با دسته فوتبال هما و دسته های فوتبال یک تاکسی و سرزم بین هم رقابت نمودند. همین طور نتیجه بازی بین دسته های صفت و هما با حساب 6-3 به فایده دسته صفت و بین دسته های یک تاکسی و سرزم به فایده بازینگران دسته یک تاکسی با حساب 5-3 انجام یافت. موسیقی
در فرجام چهارابینی از جانب تشکیل کنندگان مسابقه به غالبان سپاسنامه و تحفه های پولی تقدیم کرده شد. بینندگان عزیز، برنامه نوبتی پیغام در همین جا با انجام می رسد. به شما خانوادگی و سربلندی تمنا می نمویم.